این اتفاق اتفاق مهمیه. سرچشمش هم همونی که اون حق تعیین سرنوشت داره. و این واژه نظام ولایی اومد، فرقش با جمهوری دوستان اینه، من خلاصه بگم بحثم رو توی گفتگوی دو طرفه بپردازیم. فرقش اینه، نظام ولایی تعریف همه چیز بر اساس بالاست، بر اساس قدرت و هماهنگی ملت به قدرت. نظام جمهوری تعریف بر اساس جمهور مردم و هماهنگی همه از رهبری تا زیر با ملت. فرقش اینه، فرق مهمی هم هست. دو تا جهت تو نظام. یه وقتی شاه میگفتش که ما احزاب نمیخوایم، که اون چرا بگو انقلاب شاه ملت که معلومه، خب چند تا برداشت که نمیشه، حتی اکثر دو تا برداشت میخواد، هم دو تا اسم میخوایم داشته باشیم. میمونه تغییر قیافه مسئولین هم هستش که گاهی مردم از این قیافه خوششون میاد، گاهی از اون. خب بعد مدت هم این نتیجه هستن که خب خود اعلیحضرت که زنده است که دو تا برداشت از انقلاب شاه ملت معنی نداره، یه برداشت بیشتر وجود نداره، خب خود زنده است بنابراین یه حزب بیشتر نمیخواد. حالا اون باز اقلا جناح بندی رو در داخل خود حزب پذیرفته بود، آقای احمدی نژاد که اینو هم نپذیرفته. من دیدم خیلی از دوستان که صحبت میکنن میگن که آره آقا زمان 53 هم شاه تک حزبی درست کرد. گفتم اشتباه نکنید آقای احمدی نژاد، منظورش حزب رستاخیز نیست. چون حزب رستاخیز با اینکه استبدادی و تک حزبی بود، کنگره گذاشتن، عضو گرفتن، دبیرکل گذاشتن، کادر رهبری داشتن، همه چی داشتن. منظور آقای احمدی نژاد حزب پادگانیه با برگشتی به رضا شاه، نه به محمد رضا شاه. یه وقت فکر نکن 30 سال قرار بریم عقب، 60 سال قرار بریم عقب. نظامی حزب ولایت یعنی چی؟ چرا حزب تشکیل نمیدم؟ تک حزبی خود چرا حزب تشکیل نمیدم؟ جمهوریت احزاب. نظام ولایت خب ولایت هست، یک قرائت درست از اسلام و انقلاب و امام و جامعه وجود داره، رهبری اعلام میکنه، خب بقیه هم باید تبعیت کنن و از چی باید اختلاف داشته باشیم. مطبوعات، نظام ولایی مطبوعات یه رسالت داره، تبیین، رقابت در تبیین درستر منبعیات مقام معظم ره. نظام جمهوری، جمهوری مردم، جمهور مردم متکثره، انواع سلیقه ها رو میده. از همین صنف خودتون نگاه کنید چقدر گرایش دودون وجود داره و در سطح جامعه. جمهوری یعنی تعدل صدا. بله، اون کسایی هم که جمهوری رو درست کردن میفهمیدن که در عمل یک صدا باید پیش بره، اون صدایی که اکثریت رأی میدن و اون وقت حاکم. اما همون لحظه هم که اکثریت رو رأی میاره، اقلیت امکان اعتراض و انتقاد داره و امکان تبدیل شدن به اکثریت. نمیدونم این نوار سردار مشفق و دوستان گوش دادن یا نه، یا متنشو خوندن، تو اینترنت پخش شده بود از مسئولین قرارگاه سارالله، همین تیمی که ما رو بازداشت کردن. صحبتشون جالبه، اعلام رسمی کودتاست دیگه، دخالت نظامیان میگه در انتخابات چیکار کرد. میگه احزاب اصلاح طلب دو سال جلسه گذاشته بودن که چگونه به قدرت برسن، ما این توطئه رو کشف کردیم و خونسا کردیم. من نمیدونم کجای دنیا احزاب قانونی جز این کاری دارن. پس برای چی تو انتخابات میان؟ اما من تو انتخابات آقای احمدی نژاد شکست بودم، معلوم؟ آقای احمدی نژاد برای چی اومد تو انتخابات؟ ما رو شکست بودیم. این روشنه با این توطئه است. بعد وقت دخالت‌های نظامی رو تو انتخابات میگه عین قانون و شرع و اسلام و انقلاب و منبعیات رهبری. یعنی این ببینید استحاله بزرگی که هستش. جمله آخر بنده این، ما دوستان توی این 2500 سالی که حکومت بود تا دوره مشروطه، اون چه حرف اولو میزد این بود که حکومت بر اساس ترس استوار بود، شمشیر قدرت. داستان یعقوب لیث رو شنیدید، ترشگاه خلیفه گفت این شمشیر اومد، خب منم با این شمشیر میخوام برم. بزنم که هیچ حجتی قوی تر از شمشیر بود. وارد مشروطه که شدیم بحث این بود که قدرت مشروط بشه و بر اساس رضایت ملت شکل بشه. اتفاق مهمی که افتاد دوستان اینه که دهه اول انقلاب از اون جهت قابل دفاع است
که علی رغم ضعف‌ها و خطاها و تقصیرها و قصورها بنابر این بود که حکومت بر اساس ترس استوار نشه. بزرگترین مصداقش هم این بود که امام نظامی را از دخالت در سیاست منع کرد. چه سالی؟ اول جنگ. من به دوستان گفتم وقتی که امام گفت نظامی ها تو سیاست دخالت نکنن تو انتخابات، خطابش به کیا بود به نظر شما؟ به مجاهدین خلق بود؟ به حزب توده بود؟ به چریکای فدایی بود؟ به کموله بود؟ به دموکرات بود؟ جز به نیروهایی که مقلد امام بودن در اون دوره خطاب نداشت، برای که اونا که نفوذی داشتن توی ارتش، اون که منتظر فتوای رهبر انقلاب نبود که ایشون حرام میدونن یا حلال میدونن بعد دیگه میشن، اون ادو اصلا خود رهبر انقلاب رو بر بندازه. یک جریان چیز بود مخاطب امام. امام به طرفداراش گفت تو ارتش هم ندارید بشید اگه میخواید فعالیت سیاسی بود. یعنی جدا کردن نظامی ها از عرصه انتخابات، جدا کردن خط امامی های نظامی بود از عرصه انتخابات. چرا؟ برای اینکه میدانست اگر نظامیگری بخواد حرف اول توی سیاست و انتخابات بزنه، اونجا یعنی پایان سیاست ورزی، چون جایی که اصل عبارت میشه گفتگو از اون در خارج میشه. مهمترین سمبولش نظامی ها بودن، چون تو ایران و تو هر جای جهان استبداد بخواد شکل بگیره جز با تکه و سرنیزه امکان نداره. جنرال استبداد که بیاد یه بخنده بعد رو قانع بکنه که مثلا باید تمکین بکنه، دوی میتونه که اون شد اکثریت دیگه، مشکلی نداشت. استبداد یعنی اسلحه، یعنی حاکم. همین که مونتسکیو هم میگه، میگه رژیم ها هر کنون میشه ماهیت دارن، رژیم استبدادی ماهیتش ترس. درست هم تو هر جای دنیا هم نصر به رو استراتژی کسانیست که میخوان با استبداد تو این کشور را کنن، حاکمیت بکنن، حکومت بکنن. این تو دوران جنگ، تو دوران گفتمان انقلابی غیر دموکراتیک، تو دورانی که تو نوع کشورهای انقلابی نظامی حرف اول توی عرصه سیاست می‌زدن، ما اینجا پس زدیم در دوره صلح، در دوره دموکراسی اومدیم اینو رو برگردونیم توی در واقع قدرت. و حالا نظامی ها با ما میگن احزاب نشسته بودن توطئه می‌کردن و ما رفتیم توطئه‌شون رو دخالت کردیم، کودتا کردیم. انقدر هم بهشون فشار اومده بود یا نمیدونم، شاید هم هوا برشون داشته، فکر کنم سالیان سال هستن که اینقدر دیگه علنی و صریح دارم میگن ما کودتا کردیم. چون به بعضی این دوستان ما 30 سال محرومیت دادن از فعالیت حزبی و مطبوعات، گفتم شما چند سال قرار بمونید که 30 سال به اینا چیز کردید، محرومیت و محکومیت دادید، چه خبره، کجا دارید میرید که بیان یه همچین دادگاهی مطلبی رو در واقع اشاره بکنم. جنبندی عرایز من، پس ما بله خطایی داشتیم که من اون جزء بخشوشو نمیشتم، بخشوش هم دیگران میرونیسن یا میگن یا تر میشه، اما بنابر این بود که این ملت حاکم بر سرنوشت خودشون باشه علارغم همه خطاهای. چیزی انحراف بزرگی که اتفاق افتاده اینه که بعد از رحلت امام این ملت صغیر دیده شد، چون هر کسی به هر نوعی بخواد قیمومیت بر ملت بکنه پیش فرضش اینه که این صغیره، چون هیچ کس بر هیچ فرد رشیدی قیمومیت نداره. این انحراف اتفاق افتاد، مردم رو صغیر دیدن و خود رو در جای بازی مثل همه کشوری که استبداد هستش فرعونی و خدایی دیدن و از اون زاویه مسئله رو حل کردن. این همینجوری رفت جلو، اوجش شد دیگه جنبش سبز که یه اعتراضی بود به این مناسبات. ولی میگم که فقط بحث الان انتخابات نیست، درسته، بحث این مناسباتی است که انتخابات شد تجلی این و اعتراض مردم به این مناسبات.